بسیاری از معلم های شریف ابتدایی تماس میگیرن و میگن که اون چی که شما میگین درسته ولی ما در مدرسه دستمون بسته است ما معلم های زیادی رو داشتیم که در کارگاه های تسهیلگری رابطه کودک و طبیعت شرکت کردند و در اونجا گریستن که ما که چنین کارهایی رو در مدرسه به راه بیاندازیم میخوایم که بچه ها رو با طبیعت بیشتر آشنا کنیم ولی عملا قوانین دست و پاگیر آموزش و پرورش به ما امکان این رو نمیده به نظرم که راه های وجود داره که میشه کلاس رو برانگیخت که پرسشگری بیشتری داشته باشه میشه که معلم با خودش چیزهایی رو به مدرسه ببره و یا اینکه به ها ایده هایی رو بده که اون کارها رو تو خونه هاشون انجام بدن بتونن تو خونه شون یک گل و گیاه داشته باشن یک, مد... یک روزنامه دیواری داشته باشن که بیان از اون چی که به سر حیواناتشون یا گیاهانشون تو خونه ها اومده رشدی که کردن تولید مثلی که کردن یا هر چیزی بگن و راه های متعددی وجود داره که به طریق بچه ها رو به سمت توجه به طبیعت به صورت ترقیب و, تشویق بکنن البته این راه ها نامحدود نیست و اونها هر چی که بخوان در مدرسه نمیتونن انجام بدن دست و پاشون رو قوانین مدرسه میبنده ولی بالاخره معلمی که علاقه باشه و ایمان داشته باشه به این که تجربه طبیعت برای کودکان یک امر ذاتی به اصطلاح حیاتی است میتونه به اونها کمک